سلام. رژیمی رو در نظر بگیرید که همه ذخایرش رو از دست داده، بنیانگذار دجالش گور به گور شده، جنگ ضد میهنیش به نتیجه نرسیده، تو درونش دعواست، جایگاهش تو سوریه و عراق رو از دست داده، پروژه ساخت بمب اتمش به خنس خورده، برجامش هم به فنا رفته. از اون طرف تحریم‌های فلج کننده شروع شده و از همه وحشتناک‌تر این که با قیام سراسری مردم خشمگین و گرسنه هم مواجهه. حالا یه چنین رژیم پابگوری، یک اپوزیسیون سازمانیافته و منسجم داره به نام مجاهدین که تو این وانفسا فعالتر و جنگنده تر از همیشه است. اوه اوه چه شود؟ وضعیت خراب رژیم و بحرانهای بین المللی و قیام و مجاهدین، خب واضحه که پیوند این عوامل خیلی برای آخوندها ترسناک و هولناک. اما این رژیم چه کاری از دستش برمیاد؟ آیا این بحران‌ها جدا از هم هستند؟ آیا از هم منفصل هستند یا با هم ارتباط ارگانیک و دینامیک دارند؟ تا جایی که به خود آخوندها برمیگرده، از خامنه‌ای تا مهره‌های ریز و درشت رژیم صراحتاً به ارتباط عمیق این بحران‌ها با هم اعتراف می‌کنند. حالا سوال اینه که خطرناک‌ترین و اصلی‌ترین بحران برای رژیم کدومه؟ خودشون میگن مجاهدین. سوال اینجاست که با این مجاهدین چیکار بکنه؟ اعدام، بیش از 120 هزار نفرشون رو اعدام کرده. دستگیری، سالهاست که داره دستگیر میکنه، همین الان هم زندانهاش پر از مجاهدین و هواداران شده. لیست تروریستی، یعنی ببرتشون تو لیست تروریستی، این روش رو هم آزمود اما مجاهدین از لیست در اومده. بمباران و موشکباران، همه اینها رو کرد ولی بدتر شد، الان هم دیگه اصلا دستش بهشون نمیرسه. دیگه چی؟ توطئه تروریستی، 40 ساله که درگیر همینه، جدیدن هم توی آلبانی و فرانسه و بلژیک و